همیشه ما تو خونمون صدای تار بیشتر از هر ساز دیگه طرفدار داشت، تا اینکه من با اولین حقوقم یه تار خریدم. جنس این پرده ها از روده گوسفنده. اینا خود منم تولید کردم، بلدم تولید کنم که پرده بندی میکنم. تعدادی پرده هست تا آخر دست که میذاریم پشت اینا میزنیم، صدای سیم عوض میشه و صدایی که میخوایم به وجود میاد. الانم جای اینا پلاستیک هم میبندم. البته این کار امتحان شده یه بزن سنتی. یعنی همینطور که من میگردونم، هم این سیم میتونه بگرده، هم این که تو دستم میگرده. خب بعدش این سیم رو اینجوری یعنی بالا پوست جنین گوسفند، یعنی گوسفندی که هنوز نزاییده و ما انسان های اونا رو سر میبریم به هر علتی. خب وقتی که حامله باشه این پوست اون جنینه. بستگی داره که سن اون جنین چقدر باشه. بعضی از پوست ها خیلی نازکه، بعضیش خیلی کلفته، که مثلا از این کلوفتر یه در تار سازی نمیخوره. مثلا این قسمت هایی که مربوط گردن اون جنین میشه خیلی قویه. مثلا به این اندازه، به این کلوفتی میندازن رو کمونچه. این از گردن شروع میشه، همینجور میاد پایین، این رو کمره، ستون و فقرات اون جنینه. اینجا دست هاشه، اینجا پاها، اینجا همون قسمت دوم بشه. مثلا البته از بز قلم تهیه میشه، من بره خیلی بهتره. ما وقتی که پوست رو به تار میخوایم نصب کنیم، باید پشت روی پوست معلوم باشه و همینجوری که پوست خودمون مو داره، پوست تارم اگه مال گوسفند باشه پش داره، اگه مال بز باشه اونم مو داره، که اون موش باید بالا باشه. قسمتی که چربی چسبیده احیانا اون با
باید بره زیر پوکه بچسبونیم تا سیم که از دسته تار میاد ما از این سیم میخوایم صدا تولید کنیم. خرک روی پوست قرار میگیره، سیم از این قسمت ها رد میشه از رو خرک و یه زاویه پیدا میکنه اینجا، یعنی ارتعاش سیم به وسیله پایه این خرک رو پوست منتقل میشه به داخل کاسه تار و ما صدای تار رو باستابش اینه که ما میفهمیم. جنس خرک این بهترینه که اون از شاخ قوچ کوهی باشه. خب در صورت که نبود از شاخ قوچ معمولی تهیه میکنیم و